سلامه. سلام. سلام. میگم اینجا کجاست؟ نمیدونم اما هر جا هست یه خونه قدیمیه. یعنی ما الان زنده ایم؟ بسیار مسرور و خوشحالم که مهمانان در صحت و سلامت هستن. من به نمایندگی از طرف خود و همه هم بلادی هایم به شما خیر مقدم از از این غذا ها نخورید. چی میگه؟ هیچ میگه از این غذا نخورید. اینا آدم خارن. گوشتای تو اون قابلمه گوشت آدمی زاده. چرا متوجه نیستی؟ بدبخ شدیم را بیا مرفت بیا بیا ببین حالا با چشای خودت نگاه کن. ببین من راست میگفتم. ما تو اولین فرصت باید جونمونو برداریم و فلنگو ببندیم و فرار کنیم. قرار فردا از پره دماغ جلو زن بچت آویزون بشه. این چه طرز حرف زدنه؟ من نمیگم. مباشر گفت. گفت اگه پول فردا آوردی اولی وگرنه از پره دماغ آویزونت میکنه. این عزیزان که از اهالی کهنشهر هستن به خاطر مشکلات پوستی در حال درمانن. آنها را زماد مالی کرده در سلفون پیچیدیم تا 8 ساعت دراز به دراز بمانند و دارو به خوردشان برند. تصمیمتان چیست؟ میمانید یا میروید؟ اگر بمانید قدمتان روی چشم ما. خانه‌ای که مخصوص مهمان است در اختیار شما قرار می‌گیرد. اما اگر میخواهید بروید باز قدمتان روی چشم ما. دروازه های کهنشهر باز است و هر لحظه اراده کنید میتوانید بروید. میشود از شما درخواست کنم در کهنشهر بمانید و در ساخت چی خانه بود؟ تصویه خانه. همان تصویه خانه. به ما کمک کنید؟ اجازه بدین با عمو عموی مشورتی بکنم. مبارک باشد. به اتفاق آرا تصویب شد که تا ساخت و اتمام این تصویه خانه در کهنشهر بمانید. آقا زحمت نمیدیم به شما. جناب گرگین همراه ایشان به منزل جناب بقیه بروید تا ایشان و همراهانشان را به منزل جدیدشان در کهنشهر راهنمایی بفرمایند. بروید. بروید. تو فعل رفاقت بیاد مرد حسابی. ما با هم قرار گذاشته بودیم. یه دو روز چشم ما رو دور دیدی، رفتی هر کار دلت خواست کردی. دو روز کدومه؟ شیش ماه گذاشتی رفتی، نه خبری دادی نه چیزی. چشم پسر من به دروازه خوش شد. تو این شیش ماه هر کی من رو دیدی چیزی بارم کرد. دیگه آبرو و حیثیت برای من نذاشتی. گفت صبر میکردین تا ما بیاین. سفر آخرت که نرفته بودین. به تا قیومت میومد که نمیشه ما منتظر شما باشیم که بیاین. اینجوری میخواستی من رو یه عمر خوشبخت کنی نه؟ چی شد اون شعرهای عاشقانت؟ سیب سرخی افتاد چی شد؟ حالا یه سیب سرخی بود افتاد دیگه، یه بیت شعر بود دیگه. من که تا آخر عمر نمیتونستم مجرد بمونم. کیسو مناسب اون پیدا کردم و ازدواج کردم. چقدر نازگل جون برو مزاحم ما نشو. ما کلی کار داریم، باید بریم به مهمونامون برسیم. این دسته گلم بگیر، شاید دفعه بعدی بخت تو باز شد. داداش چند لحظه اون سلاح کمری تو به من قرض میدی؟ من سلاح کمری کجا بود؟ داری داداش؟ یکی داری بده من. سلاح کمری من داداش. نه نه نازگل، نازگل یه لحظه صبر کن. باید ببینم تو بمیر، تو بمیر، همه چه بمیر. نه نازگل، نازگل چی میگی؟ نازگل گلاشو ببینم. نازگل چی شد؟ همه همینو میخواستی؟ آره همینو میخواستی؟ زدم کشتمش. کیو کشتی؟
چی بابا خواب دیده؟ کیو کشتی؟ هی دست دست کردی؟ پسر تاجر رفت اون محرور رو گرفت. داداش چرا جلوشون رو نگرفتی؟ زدم کشتمش. بابا عمه جونی مردای ما همشون لب و دهنن، به وقتش که میرسه لال میشن. عمه جون ببخشید، خیلی ببخشید، این تعطیل شما چرا؟ آخه من تو خواب این چجوری جلو یارو رو میگرفتم؟ من یه دقیقه دیگه اینجا نمونم. پاشین پاشین جمع کنید. بشین ببینم دختر. به جان خودم اگه پانشین بیاین خودم تنهایی سر میزنم به بیابون میرم. آبجی جان خوش کن حرف من، کجا بریم؟ چه جوری بریم؟ را بلدی؟ تو صبر کن من برم با آقای عطار صحبت کنم، یه نقشه راهی یه چیزی ازش بگیرم، میخوایم سر به بیابون بزنیم، بیچاره نشیم، گم نشیم، برمیگردم هممون با هم میریم. قبول؟ قول قول. خب خدا لعنت کنه اونی که ما رو زابرا کرد. خیلی قیمتی هن، خیلی هم قدیمی. ببینم اینا رو از کجا آوردی؟ بماند که از کجا اومده، چجوری اومده، مهم اینه که به موقع اومده. اینا نصف نصف بدهی تاجرم نمیشه، بقیهشو میخواین چی کار کنی؟ ها؟ اونم جور میشه، از مهلت 10 روز فقط 3 روزش گذشته، 7 روز دیگه باقی مونده. که اگه 7 روز گذشت و رسید روز هشتم، اون وقته که میایم بالا سرش. اگه رسید اون روز برن سراغش. عزت زیاد. هی خیلی مطمئن حرف میزنی، نکنه گنج پیدا کردی ها؟ شما به این چیزاش کاری نداشته باشید جناب مباشر. از قول من به اربابت بگو هر وقت سر موعد مقررش رسید و تاجر به قولش وفا نکرد بره سراغش. ببین تو پیشکار صاحب کارتی و منم مباشر اربابم، هر دوتامون یه جنسیم، بیا با هم مهربون باشیم هم جنس. نه دیگه، اشتباه تو اینجاست که عیار جنس من تو با هم فرق میکنه، چون من پیشکارشم، خانزادشم، امیدشم، امینشم، رفیقشم، دوستشم، وفادارشم، برادرشم. جیک و پوک زندگیشو ممکنه به زنش نگی، اما به من میگه. ولی تو چی؟ به جز ایسان که پاسخت و موتی براش اهمیت دیگه هم داری؟ حالا که دادم تیک پارت کنن اون وقت میفهمی که کی محرم اسراره و کی سگ پاسخته. یا ببینم صاحب کارت بهت نگفت ما آدم های بدی هستیم؟ نگو وقتی پاتو میذاری اینجا نباید باد تو قبقبت بندازی و دهن گشادتو وا کنی و با نزاکت حرف بزنی؟ نگفت؟ غلط کردم، جبگیر شدم، ببخشید. میگم همه رو میگم، همه رو میگم. سلام. سلام. این عکس خوب نگاه کن. ببین این دکترها رو این دوره برا ندیدیش؟ نه آقا ندیدمش، نمیشناسمش. تا حالا ندیدمش این برا. خیلی برو. منه چرا کشیدی بالا؟ شنیدم که دنبال یه دختری هستی به نام نازگل. آره؟
مگه تو اون نمیشناسی؟ یه چیزایی ازش میدونم، اما بستگی داره که تو چقدر بخوای بدونی. اینو به من بگو. نمیدم. بیا هر چی میدونی ازش بهم بگو. با این سه تا سکه که من نمیتونم قصه نازگلو برای تعریف کنم. اما یه داستان از پدرش دارم که برای تعریف کنم. خوبه؟ خب گوش کن. بابا پدرش میخوام چیکار؟ از خود دختره بگو اون به درد من میخوره. چرا نمیفهمی؟ عجله نکن، به نفته. گوش کن. بفرما. وقتی نازگل 5 سالش بود، پدرش یه سفر میره بود، گرفتار طوفان شن میشه و راهشو گم میکنه. طوفان باعث میشه مرد مسیرشو گم کنه و توی بیابون سرگردون میشه. اون انقدر این طرف و اون طرف میره و میره و میره تا به یه کوه میرسه. خوب که نگاه میکنه میبینه یه غار اونجاست. تصمیم میگیره واسه فرار از این طوفان یه چند ساعتی رو بره تو اون غار. بعد فکر میکنی چه اتفاقی تو اون غار افتاد. اون توی غار با یه گنج بزرگ برخورد میکنه. مرد اونجا که میتونه از اون گنج بار اسبش میکنه و برمیگرده سمت شهر خودش. اون از ترس اینکه کسی متوجه گنج نشه، قبل از اینکه وارد شهر بشه یه جای گنج رو دفن میکنه و نقشه گنج رو به خاطر میسپاره. فقط یه صندوق کوچیک رو با خودش میبره. بابا جون از پیش ما نرو. سالها میگذره و مرد به خاطر یه بیماری صعب العلاج میفته توی بستر بیماری. اما قبل از مرگش بچه هاشو به برادرش گرشا میسپاره و جای گنج رو به اون میگه. اون وصیت میکنه که سهم گنج نازگل رو سر سفره عقد بهش بده. یعنی تو داری میگی الان نازگل اینا یه گنج بزرگ دارن؟ من 2 ساعته دارم برای تو اینجا ترومپت میزنم. آره دیگه. سهم گنج نازگل 4 برابر کل سرمایه این تاجر است. خب از خداش باشه که بره با این خانواده وصلت کنه. اینو بکن تو این موقع. داستان قشنگیه، اما به نظر من غیر واقعیه. اگه اونا گنج داشتن باید الان توی قصر زندگی میکردن. آفرین. برای اینکه طبق وصیت پدرش هیچکی حق نداره قبل از ازدواج به این گنج دست بزنه. اطلاعات خوبی بود. به هر حال اجازه بدی که قانع نشم. از آشناییتون خوشحال شدم. خداحافظ. از کجا بردی؟ اینش به تو ربطی نداره. اصلا تو کی هستی؟ بابا من یکی از فامیلای نزدیکشونم دیگه. حالا شو شروع میکنی برای چی؟ اینو ببر بدی به تاجر و متقاعدش کن. معطلش نکن دیگه. مرد نگفت بقیه گنج رو کجا قایم کرده؟ خیلی قربان، هیچی به من نگفت. دروغ یه نمیگی؟ نه، قسم میخورم. واسه امروزش کافیه. باش برو. جنب بابا شد، این کارتون رو جبران میکنم، قول میدم، عزت زیاد. سلام جناب عطار. درود جناب آقای اشناس. حال شما چطوره؟ با عزتتون به درود. 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 خیلی درود. خیلی درود. چی شد؟ درود. چی شد؟ درود. عطار. جناب عطار پس افتا شگرد دوامش بیا. چیزی نیست، آرام باش. بابا حالش بده دیو. درود. عطار بجوم. درود. درود.
دورد. چیزی نیست. بو بکش دهانت را باز کن. باز کن. تمام شد. جناب عطار. بله. ببخشین شما هر چیزی رو که آزمایش کنی اول رو این بچه امتحان میکنی؟ بله دقیقا. خب بعد به نظرتون این یه جورایی سوء استفاده نیست؟ به هیچ وجه. ما با هم توافق کردیم هر آزمایشی که روی اون انجام میدیم درصدی به عنوان پاداش به حقوقش اضافه کنیم. خب معامله منصفانه است. راحت. راحت. خب بعد اگه یه وقت بلا ملای سرش بیاد چی؟ جوان جان سفلیست. میگم جناب عطار، حالا از این حرفو که بگذاریم، من مزاحمتون شدم بگم که آقا ما دیگه یواش یواش داریم رفع زحمت میکنیم. به این زودی قرار شد چند روزی مهمان ما باشید. پیشنهادی، راهکاری، مسیری و بلدین که ما بتونیم زودتر به این خونه زندگیمون برسیم؟ آره، نقشه ای دارم. بیایی. این میز را خلوت کنید، کمکم بفرمایید. چشم. بفرمایید جناب عطار. این نقشه است؟ آره. این که هیچی توش نیست؟ شاگردم. بله. این چیه؟ حرارت شمع باعث می شود تا این نقشه کم کم پدیدار شود. از قسمت شرقی و غربی توسط دره ها احاطه شده ایم. جنوب به شورزار مرگ می رسیم و از شمال به دیگر کشورهای همسایه. خب جناب عطار، جنوب که نمکزار وسیع مرگ، شرق و غربم که پر از کوه و مناطق صعب العبوره که ما نمیتونیم ازش رد شیم، چپ و راستمونم که پر از دره است. پس اگر قرار باشه ما برای رفتنمون به حسام و تفنگچیاش بر نخوریم، تنها راهمون چیه؟ اون تنگه شمالی که وارد مملکت بی بخارا میشه. از آنجا میتوانید بروید به قمرسند، همسایه شرقی بی بخارا. از قمرسند میتوانید به ارزانرون بروید، یا نه، از دیار ابلق همسایه غربی بی بخارا بروید به مملکت بوسیپا تا برسید به دشت ها. خب جناب عطار، اینجوری باشه که ما باید چند تا مملکت رو دور بزنیم تا برسیم ابرشه. اینجوری خودش چند ماه طول میکشه. ولی خب در ضمن شما باید اوراق هویتتان کامل باشد. اوراق هویت دارید؟ داشتیم. اون بی وجدانا زدن به قافلمون، هر چی داشتیم و نداشتیم برداشتن بردن دیگه. میگم شما نمیتونی یه کاری کنی همینجا ما اوراق هویتمون رو بگیریم؟ اگر عجله دارید بمانید تا مارکو با بالونش از راه برسد. به او سفارش میکنم که شما را هم راه ببرد. مگه مارکو بالون داره؟ آری، چند سالی است که برای امنیت بیشتر با بالون طی مسیر میکند. هم امنیتش بیشتر است، هم سریعتر انجام میشود. هر از گاهی در راه بازگشت از بی بخارا در شهر ما نیز توقفی میکند و برای من شامپوی سیر میآورد. میتوانم به او سفارش کنم که تو را همراه خود ببرد. خب اگه قبول نکرد چی؟ عمه بودو بیا دیگه، دیرمون شد. تو چته نازگر، چرا اینقدر هولی خونه رو گذاشتی رو سرت؟ بابا بذار یه آبودونی چیزی بردارم براتون رو ببریم. عمه شما تا آبودون بیاری غروب میشه، پسر تاجر منتظره. نازگر تا عموت و داداشت نیان که نمیتونیم بریم که. ای بابا، با اجازه صاحب خانه. درود. گلاب بانو جان، شنیدم قصد سفر به دیار خود را دارید، آیا این خبر صحت دارد؟ آری. ببخشید، کی به شما گفت؟ گلاب بانو جان، اینجا بلاد کوچکیز، خبرها زود میپیچن. آری. حال چرا برای رفتن اینقدر تعجیل دارید؟ آخه میدونی ما یه امر خیر پیش رو داریم، باید زودتر بریم تا به موقع به کارامون برسیم. بح مبارکا باشد گلاب بانو جان. ببینم امر خیر برای خودتان. من؟ نه برا من که نه بابا، دیگه از من گذشته. نفرمایید، من به سن شما بودم عطار جان را به دنیا آوردم. آره شما که جوانترید، تازه برای کار خیلی زمانی دیر نیست.
بله، ولی این کار خیر برای نازگل جانه. به امید خدا میره سر خونه زندگیش. بیا نازگل جان، حال که داری میروی این قالیچه از طرف ما به تو یادگاری، تا هر وقت چشمت بهش میافتد یاد ما و دیارمان بیافتی. آری قالیچه؟ ببخشید این قالیچهش کو؟ در این بلاد رسم است که میهمان با دستان خود قالیچه را میبافد. متریالش از ما. زحمت بافتش با شما. آری متریال دست شما درد نکنه، هیچ وقت این هدیه قشنگتون فراموش نمی کنم. هیچ وقت. سلام. سلام. درود. درود. داداش بریم؟ فعلا نمیشه جایی بریم. نمیتونیم بری؟ چرا؟ مگه نقشه رو از عطار نگرفتی؟ چرا؟ ولی نقشه‌ای که اینا دارن به درد ما نمیخوره. اینا که دارن خودشون اینجا زندگی میکنن هی میرن و میان، یعنی اینجا تو نقشه نیست؟ هست همه جون، یه خود پیچیده است چجوری براتون بگم، هم هست هم نیست. لپ کلام با این نقشه ما هیچ جا نمیتونیم بریم. بیام، اینم شانس منه. بشتابید بشتابید، تور مسافرتی، هر کجا که دوست داشته باشید بروید. نفری سه سکه. بفرمایید بفرمایید بفرمایید، به همه میرسد، عجله ننمایید. بفرمایید بفرمایید، این هم برای شما. سه سکه سه سکه، نفری سه سکه. بفرمایید شما چند تا میخواهید؟ یک نفر. بفرمایید بفرمایید. استاد بقیه جان. جناب گرشان، درود درود درود. استاد استاد، اینا چیه؟ اینا برای مسافرت هست. مسافرت؟ خب ببین استاد بقیه، یعنی اینا میخوان برن مسافرت؟ آری آری آری. یعنی از شهر خارج میشن؟ آری نه آری. و کجا؟ هر جا که دلشان بخواهد. پس روادید چی؟ این مسافرت رو جناب گندای رو اندازی کرده است، احتیاج به روادید ندارد. من نیز بابت هر بلیط گمسیونی دریافت می‌نمایم. ببین منو، یعنی قاچاقکیه؟ آه، کارشان کاملا قانونی است، در چارچوب گمبونسیون حمل و نقل و ترانزیت جاده می باشد. آره بفرمایید. آسا آسا، چارتا با هم بره. چارتا با هم بره. چارتا بله بله. نفری سه سکه می شود دوازده سکه. دو سه و بفرمایید. بشتابید بشتابید، نفری سه سکه نفری سه سکه، تور مسافرتی. چند تا میخواستی؟ شما شما آبجی آبجی کجایی؟ آبجی جمع کن بریم. جمع کن بریم. چیه؟ کجا بریم؟ مگه نمیخواستی برگردی خونه؟ درست شد که برگردیم دیگه. عمو جون نازگل راست میگی؟ عمو جون دروغم کجاست؟ راه برگشت رو پیدا کردم. چی شد؟ راه برگشت رو پیدا کردم. چجوری؟ تور مسافرتی. عمو بیا ببین، با این تور ما میتونیم بریم. بگیر مطالعه کنی، تور مسافرتی. عمو ببینید چه کرده. میشه تا به تور مسافرتی هر جا که دوست دارید بروید؟ میگم گرشو، مگه نگفتی برای مسافرت مدارک و روادید میخواد؟ یه هایی چی شد؟ آره آبجی، گفتم تورا که می اومدم از مردم پرسجو کردم، فهمیدم که این تور مسافرتی هر دو ماه یک بار تو این شهر برگزار میشه. صاحب امتیازش هم جناب گندایه. از هر کدوم از این آدمایی که اینجا داری میبینی سه تا سکه میگیره، هر جایی که دلشون بخواد میبردشون و برشون میگردونه. چی از این بهتر؟ چی میگی تو؟ تو خونه ما یه هفته راه، چی جوری میخواد ببره و برگردونه؟ آخه آبجی راست میگه دیگه. عمو به نظر منم شرایط یه جورای عجیب غریبه. خواهش میکنم به عجیب غریبیش کاری نداشته باشید. بابا ما با اینا راه میافتیم میریم تا هر جا که شد، بقیهش هم خدا بزرگه. آفرین عمو جون، را بیافتیم بریم. گرشا به جون خودم اگه دوباره بخواد برامون اتفاقی بیفته همونجا چالت میکنم و برمیگردم. بهت گفته باشم؟ بله. اصلا نمیخوام هم برید. خاک بر سر من. بشکنی این دست من. این جایی تشه. بل کنم و میرم. جایی تشه. بابا زشته جانم. نمیخوام. اما بایستا بیا اینجا شلوغش نکن. عمه جان من از شما خواهش میکنم به این قضیه به عنوان یه فرصت نگاه کنیم. ما از اینجا میتونیم بریم بیرون این شکلی؟ خواهش میکنم. آره عمه. باشه. بری. حله. دیگر سفارش ننمایم ها. حرکت میکنیم. حله. حله. درود درود، شما هم آمدید.
حال شما خوبه سلام. خوبم. من یک تریپ بروم، آنها را پیاده بنمایم، برگردم شما را سوار بنمایم. ته صف بایستید، نوبت را رعایت بنمایید تا بلیط ها در دست خودتان باشد. با درود. خوش آمدید، خوش آمدید. بفرمایید. لطفا رد کاها رو گرفته و روی صندلی های خود بنشینید. بفرمایید. خوش آمدید، خوش آمدید. بفرمایید، بفرمایید. درود. درود. بفرمایید، بنشینید. خانم ها لطفا طبق الگوی اینها رو روی سر خود بگذارید. بفرمایید. لطفاً بخچه ها و چمدان های خود را زیر پای خود تعبیه کنید. همچنین دو در در مقابل، دو در در طرفین و دو در در انتها برای مواقع اضطراری برای شما تعبیه شده. پسر گندوی، بله. توضیح بده ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته. کمی صبور باشید. همینک جناب گندوی تشریف آورده و توضیحات لازم را خواهند داد. فقط پیشاپیش کرایه های خود را آماده بکنید. هر نفر 3 سکه. چه جوریه پسر گندوی؟ مگه مقصد همه یکیه با هم؟ فرقی نمی کند مقصد کجا باشد، هر کجا بروید 3 سکه است. اما همینک لیدر این مسافرت یعنی جناب گندای وارد می شود. دوستان، عزیزان، مسافرین محترم، تور مسافرتی گندای بزرگ افتخار دارد که در این سفر چند ساعته همسفر خوبی برای تک تک شماها باشین. خیلی عذر میخوام، ولی شما که هنوز نپرسیدین مقصد ما کجاست. از کجا میدونین ما میخواییم کجا بریم؟ پرسیدن ندارد بانو، شما همانجا خواهید رفت که ذهنتون بخواهد. من معذرت میخوام، من متوجه حرفتون نشدم. میشه یکم توضیح بدین؟ احتیاجی به توضیح نیست، سفر خوبی برای تان آرزو مندم. من سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. سلام. آقا من توضیح میدم، چرا اشتباه میکنید؟ من دارم توضیح میدم به شما. من دارم بده هر بخشی بزن نگیر. راه باشی دل کنار، دل کنار، راه باش کنار، دل کنار، چیکار کنم؟ بزن بابا دل یالا بچا هر چی از بیلی بیرون اون که شروع کنم نه اون که تو بدی برو هر چی تو برو اون که تو برو چه تو برو بیل بیرون پشو برده هرچی هست. برید برو یلا ماتش نکن. یلا برو ماتش نکن. چه خبر اینجا؟ کجا؟ مگه نمیده اینجا؟ داروغه. آقای داروغه، صاحب این مغازه منم. صاحب این مغازه تویی؟ بله بله. مردی که 6 ماهی دارم دنبال تو میکردم. کدوم گوری بودی؟ آقا من رفته بودم سفر، یکم کارم طول کشید. من معذرت میخوام، جسارتن اتفاقی افتاد. آقا دست از من اونوره داره، من دست بزن. برید برو، برید برو. آقا قدیمی نسخه خطی نکن اینجوری. آقا مگه تو قرار نبود یک کتاب تاریخی رو برای جناب حاکم بنویسی؟ شنیدم که از این کار افتضاح کردی. من قرار بود این کارو بکنم.
اشتباه گرفتین. من اصلا همچین مشتری نداشتم با یه همچین سفارشی. بگو نریزن اشتباه شد. ببند دهنتو. مگه تو اماد مستنسخی نیستی؟ نه. اماد مستنسخی خدا رحمت کنه رفتگانتونو پدرم بود. من مرداد مستنسخی هم. شما یه چی بگو؟ خودشی. خودشی اماد مستنسخی. آقا من پسرشم مرداد مستنسخی. اون عشق بیرو 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 عشق بیرو بیرو. نریزین نریزین. این مگه عشق اماد مستنسخی نیست. چرا خودشه پدرم. او آینه رو بیار ببینم. آینه رو بیار. ولی نریز. پس این گوساله ای که الان عکسشو توی آینه ببینی کیه؟ نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. من پدرم نیستم، خودمم. آقا نکن. تو خودشی اماد مستنسخی. شاید اشتباهی شده، من توضیح میدم. آقا نکن، کتاب نسخه خطی قدیمی ارزشمنده. یا آقا نگو خیر سر. وقتی فرستادم که اون بر دنیا، اون وقت دروغ گفتن از سرت میفته. آقا حتما اشتباهی شده، اجازه بده من توضیح بدم. آقا نریز اونا رو. بگیرش. بگیرش. برنش بیرو. ارزش من. برنش بیرو. نکنی. برنش بیرو. تاجر تویی؟ آره خودم. اینجا کجاست؟ اینه کی کشته؟ ما رو زنجیر کرده. من میترسم. نترس. اما کمک میگیرم. کمک! کمک یکی به دادم و مرسه. بگو تو هم. کمک! 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 با همین جفتتونو به 10 قسمت مساوی تقسیم میکنم. بعدش هم میریزمتون توی این وان، روتون 4 لیتر اسید میپاشم. خیلی هم تر و تمیز. آره تو تو الان عصب من میخونم. دست برم آقا عزیزم. نگران نباشید بانو، الان تمام میشود. چه میکنی تو؟ آخر داشت اذیت میشد. خب بیا کنار، ولش کن. چی شد؟ ببین ببین منو برگرد، باید حساب جفتشون رو برسم. جفتشان چه کسی؟ من سری سیمه کو دستگاه آنجاست. اما چرا میخوایید برگرد؟ کجا میخوایید برگرد؟ کجا رفت؟ دست نزنید، خطرناکه. گفتم خطرناک است. ببین چه کردید جناب گندای. این چی بود؟ چقدر خطرناک بود استاد گندای؟ من تو تمام عمرم یه همچین چیزی ندیدم. من اول شهر رو دیدم، لمسش کردم، همه چیش واقعی بود، با مردم حرف زدم. منم همینطور آبجی. این چیه استاد گندای؟ این چیه؟ در واقع این یک دستگاه پردازنده فکر و خیال است. از طریق پارسایی که از ذهن شما میگیرد و توسط یک سری الکترومغناطیس آنها را به حافظه کوتاه مدت شما انتقال داده و تصویرهایی را ها؟ ساده بگویم این دستگاه ذهن شما را فریب میدهد. تو باز در کنار من بی اجازه من سخن پراکنی میکنی مردک. دور شو. پدرم از شوخی داریم پدر، نکن. شوخی؟ چه شوخی مردک؟ برو گم شو. جناب تاجر باشی. جناب تاجر. جناب تاجر. جناب تاجر. پیشکار چی شده؟ قربان، برای چی برگشته؟ به به، سری برید به استقبالشون. بذار برو به مطبخ بگو که مهمون داریم. نقل و نبات و سور و سات عروسی رو علم کنیم. قربان، اون تنهاست، تنها برگشته. تنها برگشته؟ پس بقیه کجا هم؟
با تو هم. میگن بقیه کجا؟ مگه کر شدی؟ میگن بقیه کجا؟ قربان اجازه بدید خود بلدچی بیاد همه چی رو خودش توضیح میده براتون. بلدچی کجاست؟ بیرونه. خب صداش کن. بلدچی؟ بقیه کجا؟ عروس هم چی شد؟ سلام قربان. خاک بر دهانم قربان. همه شون مردن. پس تو چجور زنده موندی؟ چی شده تاجر؟ کی مرده؟ کسی نمرده. چرا قربان، من خودم با چش خودم دیدم که همه شون مردن. پیشکار، کی مرده؟ کسی نمرده. جناب مهرداد و خانوادش. وای خاک بر سرم. شما آینه ای در اونجا پیدا نکردین؟ آینه قربان؟ حتی شکسته و خرد شده. به هیچ وجه. پس اونا نمردن. گرشا به من قول داد که آینه به موقع میرسه. پس اونا بر میگرد. چی میگی تاجر؟ آینه چه ربطی به مرده و زنده بودن اونا داره؟ بعدن ربطشو میفهمید. همه تون گوش کنید. اینجوری کن. همه شونو اگر بفهمم کسی از این قضیه اطلاع پیدا کرده همه تونو فلک میکنم. قربان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم حالا غم نبینی. تسلیت بابت چی؟ بابت از دست دادن عروس خانم خانواده. تو از کجا شنیدی؟ کل شهر خبر دارن قربان. همسایه‌ها جمع شدن دارن با بنر گل خورما میارن این طرف.